تلاش طالبان برای کشاندن گردشگران به افغانستان. طالبان: افراد بر اساس شریعت اسلامی بازداشت می شوند. درس های تغییر رژیم افغانستان برای اسرائیل در غزه و همچنان در پایان طالبان بلخ را با دستان خود تسلیم می کنند. مشروع خبرها: طالبان شماری از گردشگران خارجی را که به افغانستان آمده بودند بازداشت کردند. رژیم طالبان با استفاده از ابزارهای پیشرفته ویدیوهای از مکانهای توریستی افغانستان ضبط میکنند. این ویدیوها از طریق رسانه‌های وابسته به طالبان و حساب‌های کاربری نیروها و هواداران این گروه هم‌رسانی میشوند و این تبلیغات رسانه‌ای این گروه تاوری توانسته است به افزایش حضور گردشگران در افغانستان منجر شود. اما افغانستان زیر حاکمیت این گروه و نیروهای این گروه که دو دهه به قتل و کشتار شهروندان این کشور مشغول بودند، مکان امنی برای ورود گردشگران خارجی محسوب نمی‌شود. شمار شهروندان افغان با تابعیت کشورهای اروپایی و آمریکایی به افغانستان سفر میکنند و به دیدار بستگانشان میروند. یوتیوبرهای اهل افغانستان هم با آنها مصاحبه میکنند و به دلیل اینکه زیر سانسور و اختناق طالبان قرار ندارند، تصویر مثبت از وضعیت کشور نشان میدهند. انتشار این ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی به تبلیغ برای رژیم طالبان مبنی بر ایجاد فضای امن در افغانستان منجر شده، در حالی که طالبان بیشتر زنان و دختران را خانه نشین و آنها را از حق کار و آموزش محروم کردند و به آنها اجازه سفر طولانی بدون داشتن محرم شرعی نمیدهند. اما به گردشگران زن خارجی اجازه داده می شود به بخش‌های مختلف افغانستان سفر کنند. سلطه این گروه پس از دو دهه جنگ و کشتار در افغانستان باعث شد شماری از یوتیوبرهای خارجی برای ضبط ویدیو به این کشور سفر کنند و این بیشترین تبلیغ برای طالبان بود. طالبان با روی خوش با این یوتیوبرها مصاحبه کردند و مدعی شدند که افغانستان امن است. طالبان: افراد بر اساس شریعت اسلامی بازداشت می شوند. طالبان ادعای تطبیق شریعت اسلامی را دارند و با همین عنوان به بازداشت، شکنجه و کشتار شهروندان افغانستان اقدام می کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی رژیم طالبان، در واکنش به درخواست یونما مبنی بر پایان دادن به بازداشت های خودسرانه گفت: افراد بر اساس قانون و شریعت اسلامی بازداشت می شوند. او ادعا کرد که هیچ کس در رژیم طالبان خودسرانه بازداشت نمی شود و همگی بر اساس اطلاعات دقیق دستگیر می شوند. بازداشت های صورت گرفته بر اساس مجراهای قانونی بوده و نهادهای عدلی این کار را کرده است و آنها صلاحیت دارند. اگر کس جرم نداشته باشد و صرف به خاطر معلومات تعقیب شود، بعد از اخذ معلومات رها می شود. یک مقام محلی طالبان در بلخ بازداشت شد. مفتی نصیر احمد ابو خالد، رئیس اداره کار و امور اجتماعی رژیم طالبان در بلخ، شب سه شنبه از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت شده است. مفتی نصیر احمد از طالبان ازبک تبار است و از ساکنان ولسوالی شولگری ولایت بلخ است. منابع مطلع در بلخ بازداشت این مقام محلی طالبان را تایید کردند، اما هنوز دلیل بازداشت او مشخص نشده است. نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان با سلسله عملیات‌های چریکی این بار در ولایت بلخ با طراحی و راه اندازی حمله چریکی دو طالب را به هلاکت رساندند. گزارشی بود از سفیر رسمی جنرال رحیم پنجشیری، یکی از فعالان جبهه مقاومت ملی. درس‌های تغییر رژیم افغانستان برای اسرائیل در غزه. حماس‌زدایی به همان اندازه طالبان‌زدایی در افغانستان و بعض‌زدایی در عراق خطرناک است. پس از حمله ها 11 سپتامبر شبکه القاعده و برج‌های دخولی سازمان تجارت جهانی در نیویورک که با کشته شدن بیش از 2000 تن انجامید، آمریکا در سال 2001 در رأس ائتلاف جهانی به افغانستان حمله کرد و به صورت برق‌آسا توانست رژیم طالبان را که از سپردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده به آمریکا خودداری کرده بود سرنگون کند. سرنگونی دوره نخست این گروه و حضور آمریکا در افغانستان باعث امیدواری زیاد شهروندان افغانستان به باز شدن فصل جدید حکومتداری دموکراتیک، بازسازی و واسه شد. همه انتظار داشتند که آمریکا پس از شکست دادن این گروه معجزه کند، اما برخلاف انتظار جنگ و شورشگری طالبان روز بر روز شدت گرفت و در نهایت طالبان توانستند در اگست 2021 دوباره به افغانستان حاکم شوند. تاریخ در غزه در حال تکرار است. پس از حمله 7 اکتبر گروه حماس به اسرائیل و به دنبال آن هجوم گسترده زمینی و هوایی اسرائیل به غزه، اکنون سناریوی پس از جنگ در غزه در حال بررسی است. پاکسازی یعنی نابودسازی قومی تمام عیار یا تغییر رژیم. گمان زنی بر این است که ارتش اسرائیل در غزه پیروز و بر جمعیت 2.3 میلیون نفری این منطقه مسلط خواهد شد و به زودی با همان انتظارات پیشگفته برای بازسازی و استقرار دولت پس از حماس روبرو خواهد شد که آمریکا پس از شکست دادن طالبان در 2001 با آنها مواجه شد.
انقلاب فرهنگی به سبک طالبان، جذب گسترده دختران و زنان در مدارس مذهبی بدون محدودیت سنی در شرایط کانهای اجازه ادامه تحصیل در مکاتب و ورود به دانشگاه ها را ندارند چه معنایی دارد؟ واضح است که طالبان میخواهند زنان و مردان این سرزمین را تنره و افرادگرا تربیت کنند و این همان انقلاب فرهنگی است که به سبک طالبانی در حال اجرا میباشد. حیدربار مدیر بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید اقدام طالبان برای جایگزینی مدارس مذهبی دخترانه و پسرانه به جای مکاتب معمول یعنی کاملا غیر قابل قبول است. پیشتر رضا تنبایوا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل در سخنرانی خود در جلسه شورای امنیت گفته بود که شواهد زیاد به دست این نهاد رسیده که دختران بیشتر و بیشتر و در هر سنی میتوانند در مدارس مذهبی طالبان تحصیل کنند. خانم اوتنبایوا افزود که هنوز کاملا روشن نیست که به هر حال یک مدرسه مذهبی چه شکلی است، از جمله اگر یک برنامه درسی استاندارد وجود دارد که اجازه آموزش مضامین مدرن را بدهد و یا چه عده از دختران می توانند در این مدرسه ها تحصیل کنند. با این حال سخنگوی وزارت معارف طالبان گفته که هیچ محدودیت سنی برای تحصیل دختران در مدارس مذهبی زیر نظر این وزارت وجود ندارد، تنها با این شرطه که دختران باید متناسب با شرایط سنی خود در کلاس ها شرکت کنند. اگرچه طالبان اظهارات مورد اشاره حیدربار را رد کرده و مدعی شدند که هم مکاتب مدرن و هم مدارس مذهبی نیاز و ضرورت امروز افغانستان هستند، اما بر بنیاد گزارش‌ها حدود 20 هزار مدرسه مذهبی در افغانستان فعالیت دارند و 13500 مدرسه زیر نظر طالبانند. این نشان می‌دهد که طالبان تمرکز ویژه‌ای بر مدارس مذهبی دارد. هزینه‌های انگفت را برای تقویت و توسعه این مراکز تخصیص دادند و با صرف منافع فراوان برای طلاب و آموزگاران مدارس مذهبی دست دادن تا این مدارس به مرور جای مکاتب مدرن را بگیرند و به اولویت اول در نظام آموزشی این گروه تبدیل شود. نکته دیگر هم این است که این گروه طرح ایجاد هزاران مدرسه جهادی را در سراسر کشور کلید زدن. این مدارس به طور ویژه در مناطق و ولایات ایجاد می شوند که طالبان و تفکر طالبانی در آن نفوذ و طرفداران کمتر دارند و این مدارس در سالهای آینده می توانند با تربیت هزاران عنصر افرادگرای تربیت شده بر اساس آموزه‌های نظام آموزشی مدرسه حقانیه و مدارس دیوبندی نسل طالبان را گسترش دهند و به نفوذ طالبان در مناطق غیر پشتون‌نشین مرکزی و شمالی هم به طور گسترده کمک کنند. به عنوان نمونه در ولایت‌های مانند پنجشیر و دایکنډی که اصولا طالبان نه از نظر قومی نه از نظر مذهبی و ایدئولوژیک و نه از نظر سیاسی هیچ گونه نقش و نفوذ دارند، تأسیس مدارس جهادی تنها یک هدف دارد و آن القای آموزه‌های روانه طالبانی و طالبان بالقوه یعنی طلاب این مدارس. از جانب دیگر این گروه با دستبرد به متن و محتوای نظام آموزشی مکاتب دولتی و مدرن و نیز تغییر بنیادین سیستم تحصیلات عالی کشور و حتی تصفیه کتاب‌های خلاف فقه حنفی از دانشگاه‌های خصوصی عملا این مراکز آموزشی و علمی کشور را تبدیل به مدارس جهادی می‌کنند که نتیجه آن با آنچه در این مدارس صورت می‌گیرد تفاوت نخواهد داشت. یعنی هم مکاتب مدرن و هم مدارس مذهبی طالب تربیت می‌کنند و افراطی به بار می‌آورند.